سرخط مهمترین ها. پرده برداشتن از روابط القاعده با امارت اسلامی. سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته رهبر شبکه القاعده با رهبر امارت اسلامی تجدید بیعت کرده. اگر طالبان خواسته باشند که از یک شبکه ها به مقصد حفظ قدرتشان استفاده کنند، ممکن در کوتاه مدت به نفع طالبان باشد. بررسی دو مورد مشکوک آبله میمون از سوی وزارت صحت. وزارت صحت هیئت را به نیمروز فرستاده تا دو مورد مشکوک را بررسی کند. به خاطر وضاحت واقعیت مشکوک و تدابیر وقایعی بیمارا زیر نظر تیم های صحی و همچنان در قرنطین فعلا به سر میبرند. ادامه اعتراض های بانوان در کابل. شمار از بانوان در اعتراض به مسدود ماندن مکتب های دخترانه بار دیگر به جاده ها برآمدند. فقر و بیچارگی که در افغانستان بیداد میکنه اعتراض داشتیم به تفاهم سه جنبش دیگر. و خواست کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل از چین. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته که رهبر شبکه القاعده با رهبر امارت اسلامی تجدید بیعت کرده و روابط نزدیک با هم دارند. بر بنیاد این گزارش، شاخه خراسان داعش هم حملات خود را بر افغانستان متمرکز کرده و همچنان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان تهدید برای اسلام آباد است. امارت اسلامی تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این پیوسته تاکید کرده که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه جهان نخواهد بود. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. پرده برداشتن از روابط القاعده با امارت اسلامی. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته که ایمن الظواهری رهبر القاعده با رهبر امارت اسلامی تجدید بیعت کرده و روابط نزدیک دارند. در این گزارش 25 صفحه‌ای شورای امنیت سازمان ملل آمده که امارت اسلامی به روش‌های گذشته خود عمل می‌کند، از جمله فراهم کردن پناهگاه‌های امن برای گروه‌های حراس افغان مانند القاعده و گماشتن افرادی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند در کابینه‌شان. در 31 آگست، یک روز پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان، شبکه القاعده پایداری طالبان را جشن گرفته و روابط تاریخی میان این گروه ها را برجسته کرده است. این گروه همچنان از فرصت استفاده کرده تا بیعت خود با هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی را تجدید کند. با تلاش های زیاد نتوانستیم واکنش امارت اسلامی را در این مورد داشته باشیم، اما پیش از این حاکمان تازه افغانستان تاکید کرده که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه جهان نخواهد بود. اگر طالبان خواسته باشند که از یک شبکه ها به مقصد حفظ قدرتشان استفاده کنند، ممکن در کوتاه مدت به نفع طالبان باشد، اما در دراز مدت به نفع طالبان نیست، به نفع افغانستان نیست، به نفع نظامی که در افغانستان مستقر است نیست. بنابراین طالبان در این موارد فکر استراتژیک و یا رویکرد استراتژیک داشته باشند. از سوی هم سازمان ملل در این گزارش گفته که تحریک طالبان پاکستانی از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان بیشترین سود را برده و تهدیدی برای اسلام آباد به حساب می آید. بر بنیاد این گزارش، تحریک طالبان پاکستان بزرگترین بخش جنگجویان خارجی در افغانستان را تشکیل می دهد و شمارشان به هزاران تن می رسد. تحریک طالبان پاکستانی از تسلط افغانستان توسط طالبان بیشترین سود را برده است. این گروه حملات متعدد را در پاکستان راندازی کرده است. برآورد می شود که 3000 تا 4000 جنگجوی این گروه در افغانستان هستند. همزمان با این در این گزارش به فعالیت داعش در افغانستان هم اشاره شده و آمده که شاخه خراسان داعش از ماه آگست سال گذشته به این سو فعالیت خود را در این کشور متمرکز کرده است. افزون بر آن، پس از آزادی زندانیان در سال 2021، داعش توانسته افراد بیشتر در افغانستان استخدام کند. تمدید روابط طالبان با القاعده و گروه داعش اگر واقع داشته باشد، ممکن کشورهای مدافع دست به کار خواهند شد و مردم افغانستان
آینده امیدوار کننده نخواهد داشت. در این گزارش همچنان گفته شده که داعش و القاعده قادر به انجام حملات بین المللی تا سال 2023 نخواهند بود، اما حضور آنها در خاک افغانستان نگرانی کشورهای همسایه و جامعه جهانی را برانگیخته است. بر اساس توافقنامه دوحه، امارت اسلامی متعهد شده تا روابط خود را با گروه‌های حراس افغان از جمله القاعده قطع کند و اجازه ندهد از خاک افغانستان بر ضد آمریکا و متحدانش استفاده شود. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که برای صلح پایدار در این کشور لازم است آشتی میان نسل‌ها و جوامع فراهم شود. توماس فیز در دیدار با شمار از افغان‌ها در ازبکستان گفته که افغان‌هایی که در این کشور هستند امید بازگشت به کشور پس از آمدن صلح را دارند. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با معاون سفارت ایران در کابل و روی وضعیت کنونی و چالش‌های موجود در کشور بحث گفتگو کرده است. گزارش از نوید صمدی. توماس فست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، پس از دیدار با افغان‌های مقیم تاشکند ازبکستان در رشته توییت‌های تأکید بر فراهم شدن صلح پایدار و آشتی ملی در افغانستان کرده است. من در دیدار با افغانها در تاشکند دریافتم که آنان برای بازگشت به کشورشان شوق و علاقه بسیار دارند و بازگشت آنان هم وابستگی دارد به اینکه چه زمان صلح در افغانستان تامین خواهد شد. در صورت مردم افغانستان دارای یک صلح با عزت خواهد بود که مردم افغانستان و کشورهای همسایه و جامعه جهانی اراده قوی، صادقانه و انعطاف‌پذیر در این راستا داشته باشد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با معاون سفارت ایران روی چگونگی وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده و امیدواری برای حل چالش‌های کنونی برای افغانستان کردند. تا زمانی که به ملت‌سازی و هویت واحد ملی نپردازیم، تا زمانی که به حقوق شهروندی و عدالت دست پیدا نکنیم، متاسفانه نمیتوان امید داشت که وضعیت افغانستان به وضعیت مطلوب برسد. با این همه شمار به این باورند که جنگ افغانستان طرح کشورهای خارجی است که میخواهند از جنگ افغانستان به نفع کشورشان سود ببرند. رسیدن به صلح امروز در افغانستان مربوط میشه به طالبان. چرا؟ به خاطر که تمام قدرت به دستشان افتیده و اما این قدرت باید با دیگران شریک شود، یعنی که در صدر قدرت یک گام بردارند طالبا و بتانند که در صدر قدرت کسانی در قدرت باشه که طالب هم نیستند. در سو پوری چه نظام یا همه قبول یا همه شمول نظام جور نسی، زتا سویل اسم چه دی افغانستان پا جغرافیا که دایمی سول رتلای نیسی یا دائمی صورت امون رسیدای نسو. امارت اسلامی اما همواره تأکید کرده که جنگ در افغانستان پایان یافته و هیچ چالش امنیتی در کشور وجود ندارد و از همه افغانها خواستند تا دوباره به کشور برگردند و به زندگیشان ادامه دهند. پس از نشر گزارش‌ها در مورد ثبت دو واقعی مشکوک ویروس تازه شیوع شده آبله میمون در ولایت نیمروز، وزارت صحت عامه یک هیئت را از کابل به نیمروز فرستاده تا این دو واقعه مشکوک را بررسی کنند. گفته می شود دو فردی که واقعه مشکوک آبله میمون در آنها دیده شده از ایران به کشور برگشته بودند. آبله میمون ویروس تازه اما به سرعت در حال گسترش در جهان. دو مورد مشکوک آبله میمون در ولایت نیمروز به ثبت رسیده است. گفته می شود دو فردی که واقعه مشکوک آبله میمون در آنها دیده شده است از ایران به کشور برگشته بودند. حالا وزارت صحت عامه می گوید یک هیئت از کابل به نیمروز فرستاده شده تا این دو واقعه مشکوک را بررسی کند. آبله میمون یک بیماری نادر ویروسی هستند که تا حال در 22 کشور جهان بیشتر از 346 واقعه قطعی مشکوک دارند. تعداد از واقعاتی هم که در کابل و در نیمروز توسط تیم های سرپلانس کشف شدن واقعات مشکوک بوده و هیچ واقعه قطعی داخلا نداریم. بخاطر وضاحت واقعات مشکوک و تدابیر وقایعی بیمارا زیر نظر تیم های صحی و همچنان در قرنطین فعلا به سر میبرند. برخی از پزشکان نشانه های اولیه آبله میمون را تب، سردردی، درد عضلات، تا
تورم، کمردردی و آبله‌هایی که برای جلد ظاهر می‌شود می‌گویند. یک مقام سازمان صحی جهان هم می‌گوید اگر تدابیر درست در برابر این بیماری اتخاذ نشود، این بیماری بیشتر گسترش خواهد یافت. اکثر این بیماری‌های مثل چکن پاکس یا آبله مرغان یا مرض ویروسی هرپس یا HSV و مرض سفلیس بیشتر شباهت با این مریضی دارند. این در حال است که شیوع آبله میمون در ایالات متحده، اروپا، استرالیا و خاورمیانه در حال گسترش است و نگرانی ها را از سرایت گسترده تر این ویروس افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید ایالات متحده میلیاردها دلار در افغانستان و عراق مصرف کرد اما هیچ چیز به دست نیاورد. ترامپ میگوید کشورش به جای ساختن جهان بهتر است بالای کشور خود و بر سر امنیت مکتب های خود سرمایه گذاری کند تا کودکانشان در امنیت کامل به مکتب بروند. او همچنان گفته که به زودی کنترل مجلس سنا و مجلس نمایندگان را از دموکرات ها خواهد گرفت و تاکید کرده که در سال 2024 دوباره به کاخ سفید برخواهد گشت. بشیر احمد شیرزاد در این مورد گزارش می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا و بازنده انتخابات سال 2020 در برابر جو بایدن رئیس جمهور کنونی می گوید تا دو سال دیگر به کاخ سفید برخواهد گشت. او در سخنرانیش در نشست سالانه لابی بزرگ انجمن ملی سلاح یا اناره در ایالت تگزاس می گوید به زودی کنترل مجلس سنا و مجلس نمایندگان را از دموکرات ها بیرون خواهد کرد. ترامپ می گوید امریکا میلیاردها دلار به اوکراین می دهد و میلیاردها دلار در عراق و افغانستان مصرف کرد اما چیزی به دست نیاورد. به گفته ای او کشورش به جای ساختن جهان بر سر امنیت مکتب‌های خود سرمایه گذاری کند تا کودکان آمریکایی در امنیت کامل آموزش ببینند. اگر آمریکا 40 میلیارد دلار برای ارسال به اوکراین دارد، باید بتوانیم هر کاری که لازم است برای حفظ امنیت فرزندانمان در خانه انجام دهیم. این حقیقت است. ما تریلیون ها دلار در عراق و تریلیون ها دلار در افغانستان مصرف کردیم، چیزی به دست نیاوردیم. قبل از اینکه ملت ما جهان را بسازد، باید در کشور خود مکتب های امن برای فرزندان خود بسازیم. ترامپ همچنان از انجام نبرد میان روسیه و اوکراین به جنگ سوم جهانی هشدار می‌دهد. فکر می‌کنید در نهایت هیچ چیزی اتفاق نخواهد افتاد؟ اوکراین کاملا در حال نابودی است. این جنگ در نهایت با جان میلیون ها تن خواهد انجامید. چون ممکن این جنگ به جنگ جهانی سوم پایان یابد. آن هم به دلیل حماقت هایی که ما انجام می‌دهیم. همزمان کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که مالکیت خصوصی سلاح‌ها ممنوع خواهد شد. در فاصله 10 روز در 2 نقطه مرزی در شمال و جنوب آمریکا، مهاجمان مسلح با استفاده از سلاح 10 تن را کشتند. دیگر بس است، همه باید برخیزیم و با هم همصدا شویم که چون این وقایع نباید در کشور ما روی دهد. شجاعت آن را داشته باشیم که کار در این رابطه انجام دهیم. انجمن ملی سلاح برگزار کننده این نشست یک سازمان غیر انتفاعی آمریکایی است که برای ترویج مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش و نحوه استفاده از آن فعالیت دارد. شمار از بانوان در اعتراض به بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور بار دیگر به جاده‌های پایتخت برآمدند. بانوان معترض میگویند که این اعتراض اما با ممانعت از سوی امارت اسلامی روبرو شد. برگزار کنندگان این گردهمایی میگویند که آنان به خاطر گسترش فقر، بی‌عدالتی، بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه و افزایش بیکاری دست به اعتراض زدند. سهیلا یوسفی. زنان معترض بار دیگر در پیوند به گسترش روزافزون فقر، بیکاری و بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کابل گردهمایی اعتراضی برپا کردند. این بانوان با شعار نان، کار و آزادی در جاده‌های پایتخت برآمدند و از وضع محدودیت‌های بی‌پیشینه در برابر زنان به شدت ابراز نگرانی کردند. خانمایی را از نهادهای مختلفی دولت یا برکنار کردن، حذف کردن، در حقیقت برکناری چنین خانم ها
وضع اقتصادی کشور را بدتر و گسترش میده و اما اقتصاد خانواده را فرو میریزه. زنان قربانی اصلی و تارگیت اصلی حاکمیت تمامیت خواه طالبانی هستند. حذف زن از جامعه نه تنها از دید اجتماعی فاجعه به حساب می آید، بلکه از دید اقتصادی نیز میزان فقر و بیکاری را به گونه سرسام آور بلند خواهد. بانوان معترض می گویند که این اعتراض اما با ممانعت از سوی امارت اسلامی روبرو شد. خواست مهم اعتراض کنندگان از جهان فشار بر امارت اسلامی برای به رسمیت شناختن حقوق زنان و تلاش برای کاهش فقر و بیکاری بوده است. امروز ما اعتراضی در مورد کار نان آزادی و بسته ماندن درب مکاتب و همچنان فقر و بیچارگی که در افغانستان بیداد میکنه اعتراض داشتیم به تفاهم سه جنبش دیگر که بدبختانه از طرف طالبان در چاره حاجی یعقوب ممانعت شد، حتی به خشونت کشید. متاسفانه دعوا می شود که دروازه مکاتب برای دختران بسته است و دختران حق تحصیل را ندارند. طالبان می خواهد که هویت زنان ازشان بگیرند، نمیگذارند که در زنان تحصیل کنند. از ادارات دولتی بدون کدام دلیل عروزر ما شاهد ازی هستیم که زنان منفک میشن. شمار از فعالان حقوق زن هم به این باورند که امارت اسلامی با عملکردهای پسین در صدد حذف زنان از جامعه اند. امارت اسلامی اما همواره تاکید کرده که متعهد به رعایت حقوق همه شهروندان به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی اند. پلان ها و استراتژی هایی روی دست گرفته شود تا از عدم حضور و عدم اشتراک مساعی زنان به خاطر یک جامعه توسعه مدار و بالنده و پاینده در نظر داشته باشیم، تا اینکه به انکشاف و ترقی و تعالی دست پیدا کنیم. این نخستین بار نیست که زنان در کابل و ولایت های کشور دست بر راه پایمایی می زنند. پیش از این نیز اعتراض های گسترده در کابل و ولایت های کشور برگزار شده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که سیستم بانکداری متعارف را به بانکداری اسلامی در کشور تبدیل خواهند کرد. این بانک گفته که کار روی این مورد را آغاز کردند و به زودی تمامی سیستم های بانکی در کشور اسلامی خواهد شد. برخی تاجران هم از فلج بودن سیستم بانکداری در افغانستان انتقاد دارند و میگویند که به دلیل مسدود بودن پولشان زیانهای انگفت دیدند. نوید صمدی گزارش می‌دهد. تصمیم تازه بانک مرکزی افغانستان برای تغییر سیستم بانکداری در کشور. بانک مرکزی افغانستان میگوید که قرار است تا آینده‌های نزدیک تمامی سیستم بانکداری متعارف را به بانکداری اسلامی در سراسر کشور آغاز نمایند. سخنگوی این بانک میگوید که بورد نظارت شرعی تصمیم گرفته است که تمام سیستم بانکداری در افغانستان باید از سیستم بانکداری اسلامی استفاده نمایند. لعنانوی بانکداری څخه اسلامی بانکداری سیستم ته داړولو پاړه هر خیزی خبری وشوی د اسلامی بانکداری نظام تطبیقول یو اوږدمهاله پروسه ده چې د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د اسلامی بانکداری نظام عملی دی او په افغانستان کې به هم دا پروسه د ټولو نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو سره په تدریجي توګه ترسره شي. همزمان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، پیوسته سیستم بانکی در این کشور با چالش و محدودیت ها مواجه بوده است. صورتی که شما نظام اقتصادی اسلامی را اعلان بکنید، در حقیقت شما میخواین که یک نوع هماهنگی بین بازار پولی افغانستان، بین سیستم بانکی افغانستان و نظام مصرفی و بازاری افغانستان ایجاد بکنید که بر قاعده های اسلامی استوار است. در غیر صورت اینا در حقیقت در تناقض قرار میگیرند و تمام اقتصاد فلج میسازند. نظام مالی افغانستان و بانکداری افغانستان حرکت میکنه و یا تغییر میکنه به یک سیستم دیگه مثل نظام بانکداری اسلامی. ممکن یک سلسله مشکلات و چالش ها مواجه شود، تجار و سرمایه گذار افغانستان، و ممکن ما با مشکلات جدی در نظام بانکداری بر بخوریم. از سوی هم شماری از تاجران از فلج بودن سیستم بانکی فعلی شکایت دارند و از مسئولان بانک مرکزی می خواهند که در گام نخست چالش های موجود فراراه آنان را باید برطرف سازند. اون سیستم اون کاروبار ده هم خلق سره ده، تجاران سره ده، هم خلق تاجر پوری تړلی دي. نو دامه په ګټه پیمانه باندې غوښتنه ده
اسلامی بانکداری سره مون مخالف نه یو مون ټول تجارت اسلامی بانکداری طلبای کوي او مخکې د اسلامی بانکداری باندې خپل وخت ضایع کی او دوی د پاوله کې د خپل بانکي سیستمونه برابر کی بعد لغن اسلامی بانکداری هغه کی سیستم شروع کی مونږ د سر مارکیټ. این در حال است که چند پیش نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود که محدودیت های بانکی را دور کردند، ولی تا هنوز هم شماری از بانک ها از نداشتن پول و چالش های سیستم بانکی شکایت دارند. آل هم در مهمترین های از جهان. میشل باشله کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که از بیجینگ خواسته تا پالیسی های ضد هراس افغانی خود را بازنگری کند تا با معیارهای بین المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشند. در اثر بارندگی های شدید در دو روز گذشته در برزیل 35 تن در شمال شرق این کشور کشته شدند. همچنان کاملا هرس معاون رئیس جمهوری امریکا خواستار ممنوعیت مالکیت خصوصی سلاح‌های نیمه خودکار در این کشور شده است. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. میشل باشله کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که از بیجینگ خواسته تا پالیسی های ضد هراس افغانی خود را بازنگری کند تا با معیارهای بین المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد. او گفته که نگرانی هایی را در مورد اعمال اقدام های ضد هراس افغانی و افراد زدایی به ویژه تاثیر آن بر حقوق بشر با مقام های چین در میان گذاشته است. خانم باشله در پایان سفر 6 روزه‌اش به چین گفته که هدف سفرش تحقیق در مورد پالیسی های حقوق بشری چین نبوده، بلکه فرصت برای تعامل با دولت چین بوده است. این نخستین سفر یک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد پس از سال 2005 به چین بود. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در جریان این سفر از شنجیانگ نیز دیدن کرده، جایی که دفتر حقوق بشر ملل متحد سال گذشته گفته بود که معتقد است ایغورهای عمدتاً مسلمان به گونه غیر قانونی بازداشت شده با آنان بدرفتاری می شود و مجبور به کار در کمپ‌های کار اجباری می‌شوند. فعالان حقوق بشر مدعی‌اند که شینجیانگ شبکه گسترده از بازداشتگاه‌های غیرقانونی کار اجباری را دارد که کم از کم 1 میلیون تن را زندانی کرده است. اما مقام‌های چینی این کمپ‌ها را مراکز آموزش حرفه‌ای خواندند که به گفته آنان هدف آن مقابله با افرادگرایی و گرایش‌های جدایی طلبانه است. در اثر بارندگی های شدید در 2 روز گذشته در برزیل 35 تن در شمال شرق این کشور کشته شدند. این 4مین رویداد بزرگ سیل در 5 ماه گذشته در این کشور امریکای جنوبی می باشد. در اواخر دسامبر سال گذشته و اوایل جنوری سال جاری بر اثر ریزش باران های شدید در ایالت بهیا 10 تن کشته و 10 تن دیگر آواره شدند. افزون بران بارانهای سیلاسا در کوههای ریو دی ژانیرو در ماه فوریه 230 کشته بر جا گذاشت، در حالی که بخش اعظم برزیل سال 2021 را در خشکسالی شدید سپری کرد. اما بارانهای غیر معمول در ماههای پایانی سال صدها کشته و ده ها هزار تن را آواره کرد. کارشناسان میگویند که تغییرات اقلیم سبب تغییر در آب و هوای برزیل و سبب بارانهای شدید در فصول غیر معمول آن شده است. آنان همچنان پلانگذاری شهری را نیز در افزایش شمار کشته شدگان مقصر میدانند. بسیاری از مرگ و میر ناشی از بارانها و لغزش زمین در برزیل در مناطق شهری و در ساحات رخ میدهد که خانه ها بالای تپه ها اعمار شده و در برابر رانش زمین آسیب پذیر هستند. در ادامه مهمترین های این ساعت خبری، آل هم بیننده چند خبر کوتاه از ورزش باشد. فهرست بازی های مقدماتی قهرمانی فوتبال 17 سال آسیا اعلام شد. در این رقابت ها تیم ملی فوتبال زیر 17 سال کشور به مسافه کشورهای تیمور شرقی، منگولیا و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان خواهد رفت. قرار است ملی پوشان فوتبال 17 سال کشور در نخستین بازی خود به تاریخ 5 اکتبر سال روان میلادی به مسافه 17 ساله های فوتبال تیمور شرقی برود. این رقابت ها به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد. 28مین دور رقابت‌های مجزنی جام عبدالغفور رغبت در کابل را اندازی شد. این رقابت‌ها با حضور 110 ورزشکار این رشته در دو ردی سینی و 13 بخش وزنی برای 3 روز در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشد و استعدادیابی چهره‌های نخبه نونهالان عنوان شده است.
ریال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فصل 2021-2022 دو تیم ریال مادرید و لیورپول شب گذشته پا به زمین گذاشتند که سرانجام ریال مادرید توانست با تک گل وینسیوس جونیور در دقیقه 1-0 لیورپول را شکست دهد و 14th قهرمانی خود را در این لیگ کسب کند. The Champions League trophy is heading back to Madrid, back to its spiritual home, the champions of Spain. در بازی نهایی لیگ برتر کرکت هند هم تیم‌های گجرات تیتانز و راجستان رویال امشب به مساف هم می‌روند. این رقابت‌ها با حضور 10 تیم برگزار شده است. یاران راشد آرمان با غلبه برابر تیم لکنو سوپرجنت و تیم راجستان رویال با شکست دادن تیم RCB به دیدار نهایی راه پیدا کردند. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش.